شیراز می باشد. سپوسیدنی های این روزگار شار است بوسه بر دست روزگار. بودسته باد سال روز بزرگ داشته مقام معلم و کارگر. در روزی که دلاور مردی چون استاد خانلی خون و جان شیرین خود را فدای مطالبات به حق فرهنگیان و دانش آموزان وطن نمود و از روز شهادت ایشان فرهنگیان وطنم پرچم مطالبه جوی ایشان را نه تنها بر زمین نگذاشته بلکه با قاطعیت و استوارتر از قبل راه بر هزینه مطالبه گری را ادامه داده و کماکان این را ادامه دارد. همکاران عزیزم، رسالت اصلی یک معلم روشنگری است. این روزها و به خصوص در شرایطی که اوضاع اجتماعی سیاسی و به خصوص اقتصادی وطنم به دلایل مشخص و واضح همچون سوء مدیریت و عدم شایسته سالاری در بخش های کلان مدیریتی کشور از مرز آشفتگی گذشته و ارزش پول ملی با سرعتی فرسام آور در سراشیبی سقوط در حرکت است و به طب این حرکت بیشترین آسیب را بر قشر حقوق بگیر وارد نموده و روز به روز اوضاع اقتصادی خانواده های حقوق بگیر فجیع‌تر می‌گردد. ریشه تمامی مشکلات پیرامون وزارت آموزش و پرورش را باید در نوع نگاه حاکمیت به این وزارتخانه عریض و طویل جستجو کرد و تا زمانی که نگاه مسئولان و تفکرشان از مصرفی بودن این وزارتخانه تغییر نکند و به عبارتی آموزش و پرورش را به سان کالا در نظر نگیرند هیچگاه مشکلات فرهنگیان و آموزش و پرورش حل نخواهد شد. همکاران دلاورم، در این سالها بهانه جویان و آنانی که هیچ درکی از واژه معلم و زحمتهای این قشر مظلوم را ندارند به بهانه‌های مختلف سد راه خواستههای به حق فرهنگیان می‌گردند و حتی آرام‌ترین و مدنی‌ترین تجمع‌های اعتراضی فرهنگیان را به سمت و سوی خشونت پیش بردند و حتی ارشدترین فرد آنان در خیابان معدل شیراز و باتوم خان و معلم های وطنم را مظلوم می ساخت و قاضی این کشور با کمال پررویی مرا خطاب که شما که می گفتید علم بهتر از یا ثروت، حال چه شده که اکنون به فکر ثروت افتاده و تجمع می کنید؟ که البته پاسخش دادم قاطع محکم که برایت متاسفم، ما از فقر می نالیم نه از فقر. ما از فقر نمی نالیم، از فرق می نالیم. همان فرقی که امثال جنابت حقوق و مزایای یک سالت برابر با کل پاداش پایان خدمت 30 ساله من است. همکاران عزیزم، همکاران فهیم و دلاورم، راه ما مشخص و روشن و سلاح ما قلم و اندیشه و روبروی من دشمنان جاهل تا به دندان مسلح به باتوم و بازداشت و زندان و انواع تهمت و فحاشی‌ها. همکاران دلاورم، امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار معلمانی که به صورت گزینشی جهت دیدار با ایشان هر سال انتخاب می شوند و هیچگاه نماینده معلمان ایران نیستند، فرمودند معلمان سعی کنند دانش آموزان را متعهد و شجاع بار بیاورند. جهت اطلاع افکار عمومی، امروز سند شجاعت و نترس بودن معلمان را در زندان‌های کشور شاهد. معلمانی از کردستان غیور، مشهد، تهران، شیراز و سایر نقاط کشور که فقط و فقط به دلیل جسارت و حق‌گویی و حق‌طلبی 4 دیواری زندان‌ها را سال‌هاست دوره می‌کنند، اما رسالت اصلی خود را فراموش نکردند. آنچنان که
در همین بند امنیتی زندان عادل‌آباد شیراز در مدت 3 ماه بیش از 5 نفر باسواد شدند. همکاران عزیزم، متاسفانه در داخل کشور جهت علاج دردهای دیروز و امروز آموزش و پرورش نه گوش شنوایی است نه اراده و از جهت مداوا. طرحی نو باید و عزمی مثل همیشه محکم و استوار. باید نهادهای بین المللی را جهت حل و رفع مشکلات عدیده این وزارتخانه به میدان آورد و از امثال یونسکو امداد جویید. مهدی فتحی، بند امنیتی زندان عادل‌آباد، روز معلم، اردیبهشت 1402.